بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الصلاة و السلام على رسوله الامین و على آله و اصحابه اجمعین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو کلید، برنامه راز و رمز زندگی. خدا کنه صحتمند باشه، طاعت و عبادات به درگاه خداوند یگانه قبول و مقبول باشه. من و دکتر صاحب رسا و همکاران ما را هم از دعای خیرتان و ملت افغانستان را فراموش نکنین. دکتر صاحب شما زنده باشین. عزیز برادر خود، ما هم خدمت شنونده های خوب ما سلام احترام تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشن و طاعات و عبادات همگی ما در قبول درگاه حق شد. الهی آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. ترجمه: آنان بر تو منت میگذارند که اسلام آوردند، بگو اسلام آوردنتان را بر من منت ننهید، بلکه این خداوند است که بر شما منت دارد که شما را به سوی ایمان هدایت کرد اگر راست میگویید. بعضی از مسلمان ها مثل طایفه بنی اسد، اینا هم اسلام آوردن خود با پیامبر صلی الله علیه و سلم منت میگذاشتند، میگفتند که ما با آغوش باز به اسلام روی آوردیم، تو ما مسلمان شدیم، تو باید قدر ما رو بدانی. بازی آیت آمد که اینا را نهی کرد، گفت نه، منت سر شماست که ما شما را هدایت کردیم. در این آیت چند تا پیام است. یکی که هدایت شدن به اسلام و پذیرش اسلام نعمت بزرگ الهی و منتی از جانب خداست. دو، خداوند به اسلام و ایمان و عبادت ما احتیاج و نیازی ندارد. سه، نشانه ایمان صادقانه خود را منتدار خداوند دانستن است، نه منت گذاشتن بر او. چهار، منت نهادن بر پیامبر در حقیقت منت گذاردن بر خداست. پنج، شما اسلام آوردن خود را منت میگذارید در حالی که خداوند شما را به مرحله ایمان هدایت فرموده است. شش، مقصد نهایی تکامل انسان ایمان است، نه تظاهر به اسلام، زیرا منافقا هم به اسلام تظاهر میکنند که ما مسلمان. و نکته اساسی ده است که یعنی خداوند متعال به ایمان ما و به اسلام ما و به نماز ما و به روزی ما کدام ضرورتی نداره. مولانا صاحب که میگه من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم اوشان شوند و درفشان. بله، با سبحان الله گفتن ما خدا پاک نمیشه، خدا پاک است، ما خود ما پاک میشیم. میشتیم صاحب، بحث ما در مورد عزت نفس بود و در برنامه های قبلی در مورد تعریف و علتهایی که میتونه عزت نفس ما را زیاد یا کم بسازه صحبتهایی داشتیم و نکاتی که پدر مادر در نظر بگیره. بله، امروز در مورد بلند بردن عزت نفس صحبت میکنم. دوستای عزیز ما دیگه متوجه باشن امی راههایی را که برتان پیشنهاد میکنیم عملی کرده برین و می باور خدا برسانین، خود به خود میبینین که عزت نفس شما روز به روز بیشتر میشه. اولین موضوع برای بلند بردن عزت نفس ایست که ما بپذیریم دنیا دنیای تفاوت است و این تفاوت ها به معنای زیبایی و تنوع است، ولی اگر ما تفاوت ها را به معنای بدی و زشتی و عیب و نقص در نظر میگیریم، در نتیجه حال ما خراب میشه و زیر تاثیر میره. ما انسان ها هم مگی تفاوت هایی داریم، همونطور که رنگ چشم ما، رنگ جلد ما، اثر انگشت ما، قد ما، هوش ما، هر کدام از اینا فرق داره. توانایی ما هم فرق داره. توانایی ما، حالا ما که من مثل خودت واری نمیتونم گپ زده و روانشناسی بلد نیستم، خیلی ما دیگه خدا بخورم به هیچ عنوان کل ما انسان های با هم برابر هستیم. هر کدام ما در یک زمینی نظر به توانایی که داشتیم یک چیزی یاد گرفتیم. امی که در مسیر تلاش باشیم، هر روز به فکر خوب شدن باشیم، این مهم است. اما تو که ما مثلا به ذهن میگرده کاش ما مثل شما
قرآن کریم حفظ می داشتم ولی ندارم. ما در این بخش تلاش کردیم، شما در او بخش تلاش کردین، یک کس دیگه یک چیز دیگر یاد گرفته، یک کس دیگه هم تلاش کرده ولی خوب یادم نگرفته چون نداشته توانایی یادگیری زیاده. قصه همو ولی... کشتیبان و نحوی را که میگنه حضرت باولا ناصب، بله که در بحر بودن گفته که آب بازی یادتون اول از کشتیبان پرسند که مثلا صرف نعواله دستی گفنی گفنی مون را برباد دادی قم دا خدا باد توفان شد که توفان شد که حال نفر با شنا ضرورت بود، گفت آب بازی را یاد داری، گفت نه حالا کل عمرت را برباد شد. این سل کنین که هر کس مهارت خدا داره. شما بیخی دیدم اینجا پروفیسور باشین، اطراف برین، اطراف که برین حالی سرملا بد نخورم، در اطراف یک ضرب المثل دارن، وقتا درسای ملایی ما اونجا میخوانی بله. زیاد مکتب اینا قدرم باز میفت ملایی نیست که بربر بخوانی، خرکاری در یای علم است، کار زمین واقع نتانی هیچ هستی پیشه. حتی مثال میگن که میگه 40 دانشمند یا 40 ملا میگه یک شطور بار کرده نمیتونه، چرا کارش نیست؟ کارش نیست، هر کسی را بهر کار ساختند. بله. لازم ما در همی کارهایی که هستیم باید دمو خودم بله بهتر بسازیم و در مسیر رشد باشیم. بنان ما اینمی تفاوت بپذیریم که 5% دنیا میشه بگیم که خوب 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 مطلق در نظر بگیریم و 5% دنیا را بدی و بد مطلق، ولی 90% دنیا را خوب و بد تقسیم نکنیم، سیاه و سفید نسازیم، یک طیفی از رنگهای بین سیاه و سفید یا خاکستری در نظر بگیریم، مطلق تقسیم بندی نکنیم و این تفاوتها را بپذیریم و همراهش مشکل نداشته باشیم. اما تو کتابالی ما خودت گفتیم که این تفاوت ها هست، ولی ما کتش خودم راحت احساس میکنیم. اختلاف نظر و عقیده را به معنای دشمنی نگیریم، ما تفاوت دیدگاه داریم، ما خود تفاوت دیدگاه در بعضی موارد داریم، دوستا با گپای ما شاید داشته باشن، خود ما با خود ما اختلاف نظر داریم، چوری تو گفتم چوری تو نگفتم، چوری کار کردم چوری کار نکردم، پشیمونی داریم. بله بنان اینا را ایتو نسازیم که خود به خاطرش رنج بیتیم. کسایی که تفاوت به معنای عیب و نقص و کمبودی و اینا میگیره، خب وقتی در یک مجلس میره که لباسش با دیگاه کمی فرق داره یا مثلا به اون اندازه زیور ندارن و مثلا قدشان به اندازه دیگاه بلند نیست و امثال از گپا، اینا ای اگه تفاوت عادی در نظر میگرفت اونجا خود از دست نمیداد، اما چونی دیگه این تفاوت برش بسیار ارزش داره خود از دست میده، زیر تاثیر میره، حالش خراب میشه. ایر دوستا از بپذیریم کسی که با ما تفاوت داره انسان بد نیست، یا مایی که با دیگه تفاوت داریم انسان بد نیستیم. تفاوت ها سبب تنوع و زیبایی میشه. مثالی که من همیشه میتونم میگم، شما دو تا باغی را در نظر بگیرین که بر شما پیشنهاد میشه، میگه در اینی باغ هزار گل، هزار بتا گل است، کلش یک گل است، کلش تنها گل گلاب است. اما در اینی باغ دیگه هزار گل است که اینا هزار نوع گل مختلف است. شما اگر پیشنهاد شود که به کدام از این به تماشا میرین، معلوم دار است که کلی که خوش میکنه هزار نوع گل ببینه به جایی که یک گل هزار بار ببینه. اینی اگر کل ما یکسان میبودیم مثل ما باقی بودیم دلی. که از این یک نوع بود و شکر که تو نیست. تصور کنین من صبح بیدار شم که کل دنیا جمشید باشه، این میقواره امی گپ امی سخن که کتم یکیش به عذاب هستیم کلش تو باشه، حال ما خراب میشه. کلش هم روانشناس، کلش هم روانشناس، هیچ کس هم گپ هم دیگر گوش نکنه، اونم یک گپ گفته برن، هیچ کس هم مریض نه، هیچ کس هم مریض نه، در ماین خانم کس نه. بله همی ببینین اینی تفاوت هاست که یک نفر باید مریض باشه که زندگی تو کت از او تنظیم شوه، یک نفر نانبای باشه، یک نفر گلکار باشه. این تنوع و همین تفاوت چهره ها و اینا کل از این زیبایی است. یه چیز است جناب دکتر صاحب که همی مثلا در بعضی چیزها مثل چهره، مثل مثلا لباس، مثل امکانات مادی آدم غبطه نخوره، خدا ذلیل نسازند، ولی در بعضی چیزها مثلا که انگیزه بگیره خوب است. مثلا یک نفر میبینی بسیار عالم است، مثلا علمیتش، اخلاقش، معنویاتش، یا مثلا تلاشش برای تکامل. مثلا یک متعلم تلاش نمیکنه ولی یک متعلم دیگه بسیار تلاشی است، باید از او یاد بگیره. نه اصلا خودش مسیر عزت نفس هم است که ما هر روز از خود موجود بهتر بسازیم. یعنی تلاش ما باشه. اصلا داشتن عزت نفس حرکت در مسیر کمال است. بله.
هر روز شما خود خوبتر میسازین. و ما همیشه برای دوستا میگم که ما مثلا ننیس یک مسلمان میگیم خدا را دوست دارم، میخوایم به خدا نزدیک باشم. هر کسی میخواد به خدا نزدیک باشه، فرمول بسیار ساده نمیز که هر روز خود بهتر بساز. چرا؟ ما باور ما به ایست که خدا منبع تمام زیبایی هاست. بله. شما هر کار زیبایی کنین به خدا یکم نزدیک شدین. وقتی سخن زیبا میگین امو لحظه احساس که به خدا نزدیک شدین. بله. وقتی یک عمل زیبا انجام دادی به خدا نزدیک شدی. وقتی درس خوندی، وقتی اخلاقت خوب ساختی، وقتی برخورد خوب کردی با دیگرها، وقتی لبخند داشتی، وقتی آزار بر کسی نرسوندی، اینا کلش بله شما راهای رسیدن به خداست. و اما تو که باز از امو یک عالمی پرسان کردن که راه عارفی پرسان کردن که راه رسیدن به خدا چقدر، گفتی یک گام. ای چی میگی یک گام؟ ما سالات یک گام باشه چی رقم یک گام؟ گفت سر نفست که گام بونی به خدا رسیدی. یعنی وقتی شما اونو زشتی ها و بدخوی ها و تنفر و کینه و ارث و زیاده خواهی را از سرش گام میمانین، بله دیگه شما رسیدین دیگه به خود به خود به خوبی ها برسین دیگه. بله. یعنی یک خوبیست یکی بدی دیگه از بدی گذاشتی به خوبی رسیدی. بله. بنان اولین گام بلند بردن عزت نفس رسیدن به اینمی مفهوم است که ما بپذیریم انسان ها از هم فرق دارن، ولی فرق به معنای بدی نیست، به معنای زشتی نیست، این فرق به معنای زیبایی است. و حتی ببینین در کشورهای که اینمی را پذیرفتن آرام کنار هم دیگه زندگی میکنن. در بعضی ممالک شما برین از نژادهای مختلف، از رنگهای مختلف، از مذاهب مختلف کنار هم راحت هستن. اما ما که را نپذیرفتیم در یک کشور کوچک با خدای واحد، با پیامبر واحد، با کتاب واحد، قبله واحد، قبله واحد، ولی حال ما خراب است. چون من تو را بد میگم نمیپذیرم، تو مرا بد میگی نمیپذیری، و کفارم تنه میتن میگه اینا خدایشان یکی، پیامبرشان یکی، کتابشان یکی، قبلهشان یکی، ولی الله اکبر میگه او را میکشه، او الله اکبر میگه ای را میکشه. چون ما به اینمی مرحله خود نرساندیم که بپذیریم که تفاوت ها به معنای دشمنی نیست، و ما میتونیم در فضای صلح، حتی اگر خود بر حق فکر میکنیم، در فضای صلح با رفتار خوب میتونم تو را متقاعد بسازم که من خوب هستم و تو بیایی بیسم. بله. بزشتی نمیشه. اگر مثلا مثال میگم شما همینجا صحبت میکنین و دوستا گپایتان هم میشنوه، خود به خود خب عبدالناصر جان چی داره؟ ای حافظ قرآن کریم است، احادیثیات داره، قضی با کم میزنه. خود به خود یک کسی علاقه من میشه که من میخوایم این تو باشم، خیرینی مسیرش است. یا فرض مثال یک کسی دیگه علاقه من میشه، خود استاد چی میگره؟ گپای روانشناسی است، چقدر خوب گپ است، بیا خیر من روانشناس شوم. بزور نمیشد ما شاگرده بگیم نه تو برو. ما سابقا هیچ کس روانشناسی از شاگردای ما انتخاب نمیکرد، ولی امروز هر شاگرد ما یک انتخابش روانشناسی است. چرا؟ علاقه من شده، دیده این برنامه خوب است، مفید واقع شده. بله. شما از اینی رای محبت، صمیمیت و نشان دادن ارزش و باورتان، اعتقادتان، کارتان میتونین خود به خود مردم بیارین بیسم. و به این خاطر از در دین در دین مبارک ما بر ما گفته شما قسمی رفتار کنین، همین خود رفتارتان دعوت باشه. دلی. خود رفتارتان موعظه باشه. ضرور نیست یک کسی را از یخنش کشونی بیا مسلمان شو. وقتی تو و او فایده هم اینا فرض بگی بزور سرش می کار کردی، خب منافق مست منافق میونه در دل خود میگه والله قبول کن برو تو هر چی میکنی در دهان سیس بر تو قبول کنه. ولی وقتی رفتارت خوب باشه میبینی که از دل او را قبول کرده. مثلا شما بعضی وقت دیگه هر ماه یک اخبار رو میشنوین در لندن، در امریکا یک کسی میاد مسلمان میشه. چرا؟ هیچ کس سرش فشار نآورده، خودش از یک انسان مسلمان یک زیبایی و خوبی رو دیده. بله. آورده مثل که یک قصه را مانده بودن که یک مادر، یک مادری که مسلمان نبوده، طفل خود میاره پیش روان میکنه پیش مولای مسجد در اون منطقه خود در جایی که هستن، که تو اینجا میگه بچیم تو چرا مایی تخم مسلمان نیستی؟ میگه مادرم گفت که تو مرا تربیه کنی. باید بالاخره از مادرش جوی اول میشه، میگه ما اینی همسایی ما مسلمان است، اولاد هر روز دست ماد پدر مادر خودم ماچ میکنه، احترام تقدیم میکنه، سلام میکنه، پدر مادر خود به خانه سالمندان نبرده. ما که دیدم که این دینشان ای گپارا برشان رهنمایی کرده، ما خواست ما تا اولاد داشته باشه. بنانی اولاد خود پیش تو روان کردم. یعنی می‌بینی در رفتار، در رفتار کمک میکنه.
و از یک طرف دیگه با این می رفتار زشت خود متاسفانه بعضی ها را ما متنفر هم می سازیم با این وحشت و دهشتی که می کنیم. یعنی چیست که بیاین ما در امی حتی در رفتار خود در میدان جنگ اینا مسائل نمونه دکتر صاحب، وقتا بخش دوم داره میریم که در میدان جنگ هم مثلا مسلمان ها مجبور و مکلف هستند که اخلاقیات را یاد. بله بله، برشان دستور بود که شما مول اطفال از معابد و مساجد و مردر شما مثلا احترامی نکنید. و نکته دیگه ایست که اما حضرت علی صاحب که با او پهلوان که درگیر بود که او را که همی چپا کرد که حال شمشیر را که میخواست در سینه از او بروی از او به دهانش را انداخت و این بزرگوار عاجل خیست از سرش. چرا گفت مرا نکشتی؟ بخی از سر گفت شروع میکنه و ما گفته را خب به خاطر جهاد بود، به خاطر خدا بود، به خاطر بیترامی و بیزدی به خودم نبود که من بس شخصی نیز گفت بس و والا گفت شما که این رقم هستین گفت بگو همون کلمیته که من بخوانم در این حد نی در اخلاق متاثر می ساختن. بریم به وقفه؟ بریم بریم سپه.